سلام، من محسن هستم از شیراز. قبلا من مسلمان بودم، مذهبم اسلام بود، معتقد بودم مثلا تو نمازم اگر به مثلا میشد با میذاشتم بالاش دیگه نمازم باطل میشد، باز باید از اول میخوندم. اینطوری بگم، کارم در ضد سرقت بود. یه روز رفته بودم توی باقی واسه کار کردن، البته تو باقی قرار نبود برم، مثلا یه کار قبلش داشتم، کار لغو شد، من دیگه زنگ همون صاحب کار زدم، رفتم باهاش هماهنگ کردم که برم واسه شون کار کنم. میخواستم نماز بخونم، دیگه به صاحب باغ گفتم قبله کدوم طرفه، به هم قبله رو نشون داد، من وایستادم که روی تیکه سیمانه بود، سیمان جلو در بود، وایستادم نماز بخونم، دیدم یه قالیچه برام آورد و گفت میخوای نماز بخونی رو این بخون. هیچ دیگه، منم شروع کردم نماز خوندن و کارم که تموم شد و بلند شدم باز سر کار، و که دیگه یه شاید ساعت 2-3 بود، 2-3 بعد ظهر بود، دیدم یه 7-8 نفر اومدن تو باغ و من فکر کردم رفیقاشون هستن، رخن اینا رو جمع کردن، خیلی درگیر شدن و اینا، منم همونجا وایساده بودم آج واج نگاه میکردم، فقط لباسم هم خاکی بود، دست و سیمانی بودم. دیگه اینا جمع شد، منم همونجا وایساده بودم، فقط نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، فکر میکردم حالا از چی اومدن، به خاطر مشروبی داشتن میخوردن یا کسی زنگ زده که اینا سرصدا میکنن و اینا اومدن. هیچی دیگه، اینا که جمع کردن بردن تو ماشین و من هم اونجا بنده خودی دیگه اومد با من صحبت، اصلا نمیدونستم کی هستن اینا، اومد با من صحبت که گو اینا چند نفر بودن، چجوری بودن، تو اینجا چیکار میکنی؟ بهش نشون دادم، گفتم من اومدم در نصب کنم، و خیلی هم میترسیدم، هم موقع هم الان که یادم میاد اصلا یه حس خیلی بدیه. هیچی دیگه، تموم شد و رفت، منم وسایلمو جمع کردم، به منم گفتن شطور دیدی ندیدی؟ گفتم من اصلا نمیدونم چه خبره. اومدم بیرون، زنگ دفتر زدم، زنگ دفتر که باش کار میکردم، گفتم چه اتفاقی افتاده؟ گفت مشکل نیست بیاد. در رو نصب کرده، گفتم نه درم نصف کاره مونده، دیگه گذاشتمش اومدم. اومدیم خونه، بعد یه مدتی زنگم به اون دفتری که کار میکردم زنگش زدم، گفتم چی شد اون بنده خدا که ازتون در خریده بود، چون میدونستم رفیقش هست. گفت چی، اونا خبری ازشون نداریم. تا یه مدتی هم من همینطور پیگیر بودم که چه اتفاق افتاده، تا فهمیدم که اونجا اونا به خاطر مسیحیت بودن که اومده بودن حالا جلسه داشتن، منم اتفاقی رفته بودم، قرار نبود اون ساعت اونجا باشم، قرار بود 3 به بعد برم، چون کار قبلیم جور نشده بود زنگ زدم زودتر رفتم. دیگه یه همینطوری تو ذهن من بود که چرا همچی اتفاقی افتاد، اینا که آدمی بدی نبودن، من که میخواستم تازه نماز بخونم، این بنده خدا اومد واسه من قالیچه پهن کرد، گفت روز تو که میخوای مثلا با مثلا یه جوری پیش خودم گفتم یه احتمالا میگفته پیش خدا میخوای وایسی، حداقل درست وایسا. همینطور تو ذهنم بود اینا. یه مدتی گذشت، همینطور رو مغزم داشت یه چرا واسه من پیدا شده بود که چرا همچی اتفاق، مگه اینا چی کار کردن، اینا کاری انجام نمیدادن، که دیگه با همون طرف که دفتر داشت صحبتی کردم، گفتم دوست دارم بیشتر از اینا بدونم، در موردشون سوال گرفتم که چرا اینا اتفاقو براشون افتاد، برام خیلی جالب بود که چرا، مگه چی کار کردن، همش تو ذهنم بود، یه چرا واسه من ایجاد شده بود. گفتم خب
اینا اگر کاری انجام داده بودم من که می‌خواستم یه نمازی بخونم واسه من قالی پهن کردن، آب یخ بود اون روز واسه من، منو برد داخل که وضو بگیرم، گفت بیا به آب گرم وضوت بگیم. این همینطوری تو ذهنم داشت میچرخید که رفتم پیش رضا دیگه، گفتم قضیه چی بوده؟ گفت اینطوری شده. گفت اینا چند نفر بودن که کلاسه مسیحیت اونجا برگزار میکردن و اینا، دیگه من همونجا تعطیلش کردم، گفتم دیگه من اصلا در موردش صحبت نکنیم، چون ترسیده بودم، دیده بودم چجوری گرفته بودنش، دیگه گفتم خب ولش کن دیگه، احتمالاً اتفاق بوده که من همچین صحنه رو ببینم. باز یه مدت دیگه شد، دیدم اصلا تو مغزم داره هم یه چی خودم رو میخوره. فقط یه کلام رضا که به من گفت، گفت مسیحیت و اینا، گفتم مگه دین ما خودمون چش بود که اینا رفتن مثلا مسیحیت بخونن؟ یه کلام گفت، یه مثال زن، گفت تو نمیتونی بگی شیراز خوبه، باید اصفهان و تهران هم بگردی، اونا رو هم بگردی، اگر دیدی اونا رو بگرد ببینی واقعا شیراز خوب هست یا نیست. این دیگه رفت تو مغز من، رو روتین شده بود، همش تو ذهنم بود. بعد یک ماه بود فکر میکنم، یک ماه بود رفتم سراغش، گفتم رضا میخوام بیشتر بدونم، چون یه حسی به این دست داده بود که میگفتم خدایا چرا من مثلا به اونا فکر میکردم کافرن، گفتم کافر شدن اومدن رفتن از اسلام بیرون، ولی من که میخواستم نماز بخونم واسه من قالی پهن میکردن، زیر پای من قالی پهن کرده بودن. دیگه شروع کردیم با این آقا رضا صحبت کردن و در مورد دین، و اونم خیلی از کمی میترسید و اینا، چی نمیکرد مثلا، همه چی رو نمیکرد. یه سایتی به من معرفی کرد به نام محبت تو تلگرام، گاهی موقع من در دسترس نبودم میتونی از این سایت تو تلگرام سوالات بپرسی و اینا. من از اون هم چیزی نفهمیدم حقیقتش، من به خاطر فقط یه حرکتی از یه کافر که قبلش فکر میکردم کافره، که واسه نماز خوندن من قالی زیر پای من پهن میکنه، واسه من آب گرم میاره، خب خیلی برام جالب بود، چرا یه کافر میخواد همچی کاری کنه واسه مثلا منی که مسلمونم، میخوام اینا رو از بین ببرم. من چون واقعا عقیده داشتیم ما خودمون همه قبلش که آقا کافرها باید نابود شن، کافر اونه که مخصوصا که از دین اسلام میرن به یه دین دیگه مرتد هستن، باید اعدام بشن دیگه. این یه حسی بهم دست داده بود که باید بیشتر بدونم در مورد مسیحیت. وقتی اومدم تو با آقا رضا صحبت کردم و تو اون سایت محبت شروع کردم خوندن، دیدم ایداد این تورات مثلا قرآن کپی شده هست، میگم قرآن کپی شده توراته دیگه. میگفتم شاید من اشتباه دارم میکنم، شاید من قبلا اشتباه کردم. دیگه شروع کردم تحقیق کردن با کمک بچه ها. خیلی حال روی من خوب نبود اصلا اون روزا. دو ماه بود فکر میکردم خب حالا من تحقیق میکنم دارم کافر میشم. تا لحظه ای که دیگه واقعا دیدم 32 ساله داشتم اشتباه میکردم، با کمک خودم تنها نمیتونستم چی فکری کنم، احتیاج داشتم یه نفر کمکم کنه. اون تغییر که تو مسیحیت واسه من ایجاد کرد بخشش بود. بخشش چیه؟ من مثلا یه طرف بهم یه نارو میزد، یه کاری انجام میداد، ناراحت بودم از دستش، اینو همیشه همراه خودم داشتم که بخوام ازش انتقام بگیرم. مثل این میمونه که یه نفر یه چاقو میزنه تو سینه‌ت، درسته؟ اینا باید میخوای انتقام بگیری، اینا باید همینجا نگه داری تا انتقام تو بگیری بکشیش دیگه.
وقتی بخشش اومد تو زندگی من، حالا طرف بهم نارو میزد، بهم بدی میکرد، همون رو از چاقو میکشیدم، از همون لحظه شروع میکرد خوب شدن دیگه. دیگه درد نمیکرد. شاید مثلا اگر این چاقو اینجا تو سینه من بود، نزدیک 5 ماه 6 ماه تا بخواستم این انتقامو بگیرم، این درد رو همراه خودم داشتم. ولی الان نه، یکی میزنه فقط بخشش، میگم خدایا خودت کمکش کن، من بخشیدمش. همون لحظه دیگه فکرم راحت میشه، دیگه آرامش دارم، دیگه دنبال انتقام نیستم. کتاب مقدس اون تیکه که عیسی میگه من اومدم که به مردم خدمت کنم، نه مردم به من خدمت کنن، ولی ما تو اسلام اینو نداشتیم.